تاریخ مسابقه و حریف جاوید بشارت در بزرگترین سازمان MMA جهان مشخص شد. جاوید بشارت ورزشکار خوش تکنیک مبارزات آزاد افغانستان که اخیراً قرارداد بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان یعنی UFC را به دست آورده است، قرار است که به تاریخ 17 سپتامبر سال 2022 میلادی در مقابل حریف آمریکاییش به نام تونی گراولی قرار بگیرد. این دومین مسابقه جاوید بشارت در سازمان جهانی UFC است، اما حریفش هفتمین حضورش را در UFC تجربه خواهد کرد. آنتونیو لامار گراولی 30 ساله با قد 165 سانتی و 61 کیلوگرم وزن 7 سال است که وارد دنیای حرفه‌ای مبارزات آزاد شده است و از سال 2020 بدین سو عضویت امریکن تاپ تیم را داراست. وی دارنده کمربند سیاه تکواندو می باشد و همچنان کمربند ارغوانی جوجیتسوی برازیلی را نیز در اختیار دارد. تونی گراولی یک بوکسر بسیار خوب است و همچنان دارای سابقه کشتی نیز هست. گراولی مجموعاً 30 بار وارد قفس مبارزات آزاد در سازمانهای مختلف MMA جهان شده است که 23 بار پیروز بوده و تنها 7 بار شکست را تجربه کرده است. وی 10 حریفش را اکثراً با ضربات مشت ناکاوت کرده و 3 حریف دیگرش را توسط سبمیشن از پا درآورده است و همچنان در 10 رقابت توسط امتیاز پیروز شده است. این ورزشکار یک بار ناکاوت شده و 5 بار در حرکات سبمیشن تسلیم حریفان خود گردیده و تنها یک بار توسط امتیاز باخت داشته است. گراولی در 6 رقابت گذشته که در سازمان UFC داشته است، 2 بار شکست خورده و 4 بار پیروز بوده است. قابل یادآوری است که تونی گراولی همکنون در رنکینگ جهانی MMA 43 جهان است. اما این طرف جاوید بشارت، ورزشکار 26 ساله و جوان افغان از ولایت زیبای پکتیا که در انگلستان زندگی می کند، با 175 سانتی متر قد و 61 کیلوگرم وزن 6 سال است که به صورت حرفه‌ای یا پروفشنال MMA می کند. بشارت سال گذشته قرارداد UFC را به دست آورد و در ماه مارچ همین سال موفق شد که تریوین جونز آمریکایی را شکست بدهد. بشارت تا به حال 12 مسابقه حرفه‌ای داشته است و هیچگاه شکست نخورده است. جاوید بشارت 5 حریف خود را ناکاوت کرده، 6 حریفش را توسط سبمیشن شکست داده و تنها یک حریفش را توسط امتیاز مغلوب نموده است. وی از جمله 12 پیروزی 8 رقابت را در راوند نخست به نفع خود به پایان رسانیده است که آمار بسیار خوب در MMA به شمار می رود. جاوید بشارت بیشتر دوست دارد که رقابتش را سرپا دنبال کند، اگرچه کارش در زمین یا گراوند گیم هم بد نیست. دست و پای بسیار خوب و تکنیکی دارد. بشارت هرگاه رقابت پیش رو را ببرد در رنکینگ جهانی صعود قابل توجهی خواهد داشت. جاوید بشارت همکنون در رنکینگ جهانی 46 است و پس از سیار بهادرزاده و نصرت حقپرست 3 افغان است که توانسته به نخستین و بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان یعنی UFC راه پیدا کند. منتظر گزارش های جدید از این ورزشکار خوب کشور ما از همین چینل باشید و ویدیو را با دوستانتان شریک سازید.